افشاگری همسر سابق گوگوش از رازهای ناگفته گوگوش و رهای اعتمادی و بلایی که گوگوش سر پسرش آورد همه را شوکه کرد. دوستان عزیز به کانال نیوز تیوی خیلی خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. آقای قربانی به عنوان همسر سابق خانم گوگوش در قسمت جدیدی از افشاگری هاشون از رازهای ناگفته خانم گوگوش و همچنین خودشون حرفای جنجالی رو مطرح کردن. آقای قربانی گفتند واقعیتش در سالهای گذشته زمانی که من و گوگوش زن و شوهر بودیم، گوگوش رو اشرف پهلوی و بهروز وثوقی از من دزدیدن. در زمانی که گوگوش زن من بود و ما دارای یک بچه‌ای به نام کامبیز بودیم، گوگوش من و بچه‌مون رو ول می‌کرد و می‌رفت توی بغل بهروز وثوقی شب تا صبح جون می‌داد. حقیقتش هم اشرف پهلوی هم بهروز وثوقی هر جفتشون کثافت‌هایی بودن که تو کثافت‌کاری‌های همدیگه دست داشتن. واقعیتش بهروز برای اشرف مواد جا به جا می کرد و خلاصه کثافتکاری های اشرف رو می پوشون و از طرفی هم یه جورایی اشرف برای بهروز نقش خاله را داشت. به هر صورت بهروز و اشرف با همدیگه نقشه کشیدن تا زن منو از چنگ من در بیارن. گوگوش خیلی زن خوب و پاکی بود، اما وقتی بهروز کثافت وارد زندگی ما شد، گوگوش رو از من دزدید. دیگه گوگوش اون آدم سابق، اون زن پاک و زن زندگی نبود. خیلی وقتا به هم دروغ میگفت و میرفت شب تا صبح تو کثافتکاری های بهروز باها شریک میشد. واقعیتش اون موقع ها اینطور بود که اگر عروسی بود، اگر مراسمی بود، اگر تولدی بود، از گوگوش دعوت میکردن و خب گوگوش میرفت توی اون مراسم ها اجرا میکرد. و هر باری که گوگوش نمیومد خونه و شب تا صبح خونه نمیومد، به هم میگفتش که محمود من توی این مهمونیام تا صبح برنامه اجرا دارم، و منم حرفاشو باور میکردم و معمولا همیشه کامبیز با من میخوابید و خب همیشه هم به خاطر عدم حضور مادرش در کنارش ناراحت بود و گریه میکرد. تا اینکه یه شب فهمیدم که اصلا گوگوش به من دروغ میگه. هر بار یه بهونه ای میآورد. یه بار میگفت توی مهمونیام، یه بار میگفتش که توی مهمونی های دور همی های زنونه هستیم، و از این بهونه های الکی. تا اینکه فهمیدم نه بابا، پوران و شوهرش با بهروز وثوقی و گوگوش با همدیگه نقشه کشیدن و خب گوگوش به دروغ میگه که من دارم میرم مراسم، دارم میرم اجرا، دارم میرم نمیدونم دور همی های زنونه. نگو میرم خونه پوران، پوران و شوهرش هم که خب پدر سوخته عالم بودن اون موقع، با همدیگه چه کارها که نمی کردن. اینا خیلی از خواننده ها رو معتاد کرده بودن، تو کار هروئین و کوکائین و حشیش و اینطور چیزا بودن. خب گوگوش میرفت خونه پوران، اونجا گوگوش و بهروز و شوهر پوران با همدیگه اول یه دست مواد میکشیدن، بعد با هم خوش میگذروندن، بعد این گوگوش با اون بهروز نامستوس میرفتن تو بغل همدیگه و تا صبح کثافت کاری میکردن. از طرفی هم این بچه‌مون کامبیز تو بغل من شب تا صبح به خاطر نبودن مادرش تب میکرد و جاشو خیس میکرد. طفلی کامبیز چیها که نکشیده. گوگوش بلایی نمون که سر ما آورد. واقعا خیلی ما رو اذیت کرد. و در نهایت هم بهروز و اشرف نقشه کشیدن، اومدن به زور طلاق گوگوش رو از من گرفتن و منو راهی زندان کردن. یعنی من وقتی افتادم زندان بیگناه افتاده بودم، ولی اینا بلا نمون که سر من آوردن. خب اشرف خواهر شاه بود و اشرف کم آدمی نبود. اون موقع ها برای خودش یه قدرت جدایی به جز محمد رضا شاه پهلوی داشت. و هر صورت من چندین ماه توی زندان ها بودم. بچه‌مون آواره شده بود، آلا خون بالا خون شده بود. یه روز از زندان زنگ زدم به خونه، به پسرمون گفتم کامبیز میخوان فردا منو اعدام کنن، برو به مادرم بگو که فردا بیان جنازه منو توی زندان جمع کنن، وگرنه اینا جنازه منو تیکه پاره میکنن. خلاصه کامبیز تفلک خیلی گریه کرد. یعنی من هر وقت فکر میکنم که من اعدام نشدم، فکر میکنم که معجزه خداوند بوده، یعنی خدا به من و پسرم رحم کرد، چون نخواست این بچه‌ای که گوگوشون رو بی مادرش کرد یه بار دیگه توسط من این بچه یتیم بشه و بی پدرم بشه. به همین خاطر خدا به خاطر دل کامبیز به منم رحم کرد. اون شب دیگه منو اعدام نکردن.
و خب چند وقت بعدش هم من آزاد شدم. همش فکر میکنم که حضور این بچه تو زندگی ما چقدر مؤثر بوده، چقدر زندگی منو پر رونق کرد، چقدر حضورش، وجودش برای من یه رحمت الهی بود. اما متاسفانه این گوگوش که اصلا اینطور چیزا خالیش نیست، بچه رو ول کرد رفت دنبال شوهر کردن. خلاصه آه منم بهروز و گوگوش رو گرفت. زندگی اونا 9 ماه بیشتر دوام نیاورد. همین داریوش و گوگوش با همدیگه کسافت کاری هایی نممکن نکردن. یعنی همون بلایی که بهروز سر من آورده بود، داریوش سر بهروز وسوقی آورد. زمانی که گوگوش زن بهروز بود، داریوش با گوگوش میپرید، با گوگوش میخوابید. اون موقع داریوش رو از توی جوا باید بلندش میکردن. ولی خب گوگوش هم دیگه درگیر شده بود دیگه، یعنی هم از یک طرف معتاد شده بود، هم از یک طرف عاشق داریوش شده بود. و به هر ترتیب گوگوش و بهروز هم از هم جدا شدن و مدت‌ها داریوش تو خونه زندگی گوگوش بود و یه جورایی شوهر پنهانی گوگوش شده بود. خب دیگه جفتشون هم ناتو بودن، جفتشون هم به هم زدن. خدا رو شکر من نمردم و زنده موندم. دیدم که شوهرای گوگوش تو دوران پیری با همدیگه جفت و جور شدن، با اینکه به همدیگه خیانت کردن. الان آقای داریوش با پولایی که از مردم کلاهبرداری میکنه برای بهروز خان میره موتور سنگی میخره. خب اینا به هر صورت درسته ناموس دزد بودن، ناموسهای همدیگه رو میدزدیدن، ولی خب جفتشون از یه آخور میخوردن. یعنی همه اینها حزب توده هستن، حزب توده بودن، همه اینا دشمنان مردم ایران بودن و هستن. آقای قربانی گفت الانم خدا رو شد نمردم، زنده موندم و میبینم که همون بلاهایی که اینا سر من آوردن، مخصوصا اون گوگوش سر من و پسرمون آورد، همون بلاها رو الان رها اعتمادی داره یک به یک سر گوگوش میاره. واقعیتش راستش رو بخواین، قاتل خانم گوگوش شخص رها اعتمادیه. آقای قربانی گفتن من بارها و بارها به این نکته اشاره کردم و هر بارم هر کی اومده گفته قربانی چیز میزنی، جنسش خوب نبوده، نمیدونم توهم زدی، پیری، برو برای خود یه فکری بکن، آلزایمر گرفتی، داری چرت و پرت میگی، نمیدونم از این حرفا. ولی واقعیت ها رو من همیشه میگم و مردم بعدها به حرف من میرسن. من 100 بار دیگه هم میگم قاتل خانم گوگوش، قاتل زندگی خانم گوگوش، قاتل آبروی خانم گوگوش فقط و فقط رها اعتمادی و دوربری های خانم گوگوش هستند. رها با واسطه و نقشه های کثیفی که با پدرش کشید وارد زندگی گوگوش شد و الان گوگوش رو دارن به کشتن میدن. جنازه گوگوش رو از این سمت به اون سمت میکشونن. گوگوش چرا داره از صحنه خدافظی میکنه؟ چرا یه بار میاد روی صحنه گریه میکنه و میگه این تصمیم این بود که برای من گرفته شده؟ چرا؟ چون با تزریق یک سری داروها دارن اعضای بدن گوگوش رو از کار میندازن. گوگوش رو دارن میکشن چون گوگوش صدای ایرانه، چون گوگوش نماد ایرانه. گوگوش تنها هنرمندی هستش که یک تنه نام ایران و ایرانی رو به تمام دنیا رسونده. خب از بین بردن این آدم اسطوره‌ای، این هنرمند اسطوره‌ای که به تنهایی کار هزاران نفر رو انجام میده، برای اینها یک سم خالصه. درسته اینها وارد زندگی گوگوش شدن، درسته گوگوش عاشق اینها شده. خب اینا همینا میخواستن که از این سو استفاده بکنن، دار و ندار این هنرمند رو بگیرن، بلا نمونن سرش بیارن و در نهایت مثل یه آشغال باهاش رفتار بکنن و بکشنش. الان هم همینه. خانم گوگوش درگیر یک بیماری خاص شده و داره میمیره به واسطه تزریق‌هایی که همین آقای رها اعتمادی از طریق داروهایی به اسم فلان ویتامین برات خوبه، فلان ویتامین برات خوبه، از طریق تزریق این داروها داره خانم گوگوش رو به روش بیولوژیکی میکشه. بشی که بسیاری از جنایتکاران و بسیاری از افراد حزب توده آدم‌های مهم رو به این شکل از بین میبرن. آقای قربانی بارها و بارها خانم گوگوش و انتخاب‌های خانم گوگوش رو نشانه گرفتن و از حضور رها اعتمادی در زندگی خانم گوگوش شاکی بودن. ولی خب هر بار بسیاری از طرفداران خانم گوگوش هم به ایشون هم به افرادی که این خبرها رو منتشر کردن خورده گرفتن. به هر صورت خانم گوگوش این روزها درگیر کارهای جدید هستند. واقعیتش امیدواریم که برای گوگوش اتفاقی نیفته.
اما همین چند وقت پیش بود که آقای مهران عبدالشا با آقای مهداد آسمانی مصاحبه‌ای داشتند و آقای مهران عبدالشا و آقای مهداد آسمانی هم تایید کردند که خانم گوگوش واقعا این روزها حالشون وخیم هستش. خانم گوگوش به همین خاطر دارن صحنه رو ترک میکنن و برای همیشه از صحنه خداحافظی میکنند و اتفاقات جنجالی در پشت پرده و زندگی خصوصی رها اعتمادی و گوگوش اتفاق افتاده که باعث شده خانم گوگوش این روزها بخواد مجبور شده که تصمیم بگیره که از صحنه خداحافظی بکنه. و ناگفته نمونه که رها اعتمادی از این فرصت ها داره سوء استفاده میکنه و از خانم گوگوشی که الان باید در حال مداوا و در حال استراحت باشه داره سوء استفاده میکنه، چون رها اعتمادی سرانجام این کار رو میدونه و میدونه که گوگوش دیگه به پایان زندگیش چیزی نمونده و در نهایت اعضای بدن گوگوش داره از کار میفته و میمیره. دوستان عزیز، دوست نداشتیم این خبرها رو برای شما منتشر بکنیم، اما آقای قربانی این خبرها رو منتشر کردن. امیدواریم که این اتفاقها برای خانم گوگوش نیفته و گوگوش سالهای سال سالم باشه و سلامت باشه و بخواد اجراهای بهتر و بیشتری برای ما طرفدارانش داشته باشه. دوستان، اگر صدای گوگوش هستید، طرفدار گوگوش هستید، لطفاً نظراتتون رو راجع به صحبت‌های آقای قربانی و همچنین افشاگری‌های ایشون در قسمت کامنت‌ها راجع به رها اعتمادی آقای داریوش و آقای بهروز وثوقی و خانم گوگوش در قسمت کامنت‌ها بنویسید. در سرچ یوتیوب نام کانال نیوز تیوی رو به صورت فینگلیش یا انگلیسی سرچ بکنید و فارسی بنویسید گوگوش، به این شکل کانال ما بالا میاد، میتونید ویدیوهای ما رو ببینید و برای دوستانتون در گروه‌های مختلف در فیسبوک و توییتر، در گروه ایرانیان و پارسی زبانان کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، آلمان و سوئیس و دانمارک و نروژ و سایر کشورها و شهرهای مختلفشون شیر بکنید. ممنون که با ما همراه بودید. تا یک ویدیوی دیگه، شب و روز بر شما عزیزان جان خوش.